پس از اعمال تحریم های آمریکا شاهد خروج شرکت های بزرگ خودروسازی مثل پژور و رنو از بازار ایران بودیم. چقدر خروج این شرکت ها میتونه بر بازار خودرو ایران تاثیر بذاره و اونو دچار چالش بکنه؟ با درود به شما و همکارانتون و بینندگان تلویزیون ایران نشنال، ببینید شما اگه به این مثلا اشل این صنعت نگاه کنید شاید این مسئله بشه بیشتر فهمید. این صنعت حدود 700 تا 800 هزار نفر درش کار اشتغال دارن. یه چیزی حدود 10% تولید ناخالص داخلی ایران رو شامل میشه که اگه یه محاسبه سرانگشتی بکنیم حدود 44 تا 45 میلیارد دلاره. خروج این شرکت ها، شرکت های خارجی، به این صورتی که در طی سالهای گذشته عده زیادی از شرکت های خارجی، ده ها شرکت از کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، چین، مالزی، ژاپن، اینها به ایران اومدن سرمایه گذاری کردن. خروج اینا باعث میشه که تولید در این شرکت ها به خاطر خروج در واقع پارتنر خارجی به تعویق میفته. این مسئله است که ما اگه به آمار نگاه کنیم باز به طور مشخص میتونیم ببینیم در اوج تولید چند سال گذشته که شاید بشه 2017-18 اینو حساب کرد، حدود 1,500,000 خودرو تولید میشد. این مقدار بر اساس گزارش در واقع وزارت صنایع 3 ماه پیش 4 ماه پیش به زیر 1 میلیون رسید. حدود چند ماه قبل ما با اخباری داشتیم که عده زیادی که تولید قطعات یدکی میکردن، اینها مقادیر زیادی موفق نبودن که بتونن اون رو که تولید کردن به این شرکت ها بفروشن. این اختلال تولیدی که به وجود میاد موجب بیکاری میشه و این سری بیکاری ها رو ما داریم میبینیم. خود کاهش در واقع تولید خودرو در ایران رو باید به صورت باز در چارچوب اقتصاد به این صورت نگاه کرد. این بخشی از تولید در واقع اون وسایل تولید در داخل مملکت، حمل مسافر، کالا غیره، بنابراین وقتی که در این مقدار زیادی خلل در اون ایجاد بشه ما یک سری در واقع آثار ثانوی منفی خواهیم داشت که باز موجب بیکاری در اون قسمت ها خواهد شد. مسئله دیگری که بخواید نگاه کنید، مقدار زیادی خودرو هر سال در داخل هر کشوری کنار گذاشته میشه. کنار گذاشتنش اونها رابطه مستقیم به در واقع محیط زیست داره. بنابراین وقتی که ما این حتی به خدشه بیفته یا به تأخیر بیفته، ما آثار با ثانوی منفی بر محیط زیست خواهیم داشت. میتونیم این لیست رو همینطور ادامه بدیم برای اینکه واقعا نگاه کنید ببینید که از چه جهاتی، چه طریق مستقیم، چه از طریق ثانوی تأثیر منفی داره اینها و وجود اومده به ادامه داره. خب آقای دامویی، شما اشاره کردید به سری از مشکلاتی که به حال این عدم تولید خودرو به وجود آورده، ولی از یه طرف دیگه مشکل دیگه هم وجود داره و اون مشتریانی هستن که برای این خودروها ثبت نام میکنن در حالی که هنوز خیلی تعداد اینها کم شده و اتومبیلشون رو دریافت نمیکنن. مشکل دیگه هم هستش، خب این همونطور که میدونی خیلی باعث اعتراضات زیادی شده. در این میان به باور شما چه کسی در این آشفته بازار باید پاسخگوی این قضیه باشه؟ بنابراین ببینید یه مقدار زیادی از مشکلات که در یه صنعت، در یه اقتصاد وجود میاد، گاهی اوقات خیلی مشکل بشه انگوش بر یک در واقع مسئول مستقیم گذاشت. در این شرایط به نظر من چیزی که باید صورت بگیره، به نظر میاد در این سری اقدامات شده ولی کافی نیست، و اونی که این شرکت ها احتیاج به کمک دولت دارن. این احتیاج باید از طریق سری وام ها، صحبت این بود 1 ماه 2 ماه پیش که چیزی بود 1 میلیارد دلار قرار بود وام داده بشه، معلوم نیست که این به کجا رسیده، توافق انجام شده. باید به این شرکت ها در شرایطی که موجب این شرایط قرار میگیرن کمک بشه و اون از طریق دولت به انجام بشه. باید وام داده بشه، باید کمک بشه و این اشتغال حفظ بشه تا حدی که امکان داره. البته در یه مقدار زیادی بیکاری رو نمیشه به هیچ وجه جلوش گرفت و این شاید تدریجی باشه، ولی واقعا نمیشه این رو به اون صورت مشخص انگوش گذاشت که یا این کارخونه اشتباه کرده یا نه. ولی به نظر من پذیرش در واقع تقاضا به صورتی که در چند ماه گذشته بوده، این هم کار درستی نیست، درستی نبوده. به بعضی از گزارش‌ها نشون میده که ثبت در واقع تقاضا یه چیزی بسیار شاید برابر 6 برابر تولید در واقع این خودروها بوده. اگه آمارا رو دام قبول بکنه باید بینه که مقدار زیادی از این تقصیرها به وجود همون کارخونه‌هاست که این در واقع این ثبت سفارش‌ها رو گرفتن، نباید می‌کردن. بله، با تشکر از جمشید دامویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لاتران.